یک سلام به تمام بینده عزیز، آرزو میکنم همیشه خوشحال و سرحال باشین. دوست عزیز، ما امشب گوشت مرغ در نظر گرفتیم، ولی چون مسابقه است که چنین شخصیتی، من افتخار میکنم که به ما آمدن مسابقه میدن. دیگه من دوست عزیز امشب به شما گوشت مرغ چیکن چیل درای پخته میکنم. امیدوار هستم خوشتون بیاد که نمیبینین موادش که گوشت مرغ است و سرکه است، مرچ سیاه است، نمک عادی است، نمک چینایی است، مرچ سیاه است، زردچوبه است، تخم گشنیج است، سرکه سیاه می باشه، روغن می باشه. دوست عزیز، مواد لازمش است. یک دفعه میریم نخلامیش میبینیم، بعد از اون میایم سر طرز تهیه صحبت میکنیم. د نن شپې د پخلي لازمه مواد: د چرګ سینه نیمه کیلو 110 افغانۍ، هګۍ څلور دانې 30 افغانۍ، لیمو نیمه کیلو 15 افغانۍ، تور سرکه نیمه قاشوغه، تور ساس نیمه قاشوغه، گازرې دوه دانې 15 افغانۍ، اوړه شپږ قاشوغه، زیتون څلور قاشوغه. ښه، نو تاسو ولیدل چې د چرګ چیلی ډرای، چیکن چیلی درای، او چیکن چیلی درای چې دا پخې دسه چې یعنی چرګ واخه دې سرم ده او سهرجان سرم ده. خدای چې کیدای شي سهرجان چې دا یو بل څه خوړه ته تیار کی، او دا خو یلدا جانو چې چیلی چیکن درای چې ته نه تیارو ما. نو مسابقه خو خیر نه ده، ځکه چې ته خو به خامخا غټي، امو تاسو نه اگر مسابقه واشه خو یلدا جان میبره نه. خو مګه میاس کی از مرغ امروز که کل چیزا یک رقم است، مگم خودت یک غذای دیگه پخته میکنی و سهر جان میبینیم که چی پخته میکنی. سایز چی پخته میکنی؟ ما دوست دارم که یک کرایی پخته کنم، چرا که سینه مرغ است و از سینه مرغ چیزای خوبی دیگه میتونیم که آماده بسازیم، ولی بهتر است که کرایی خوما خوردیم میبینیم که شما چطور تیار میکنیم. ولی کرایی سینه مرغ تیار میکنیم، ببینیم که خوشمزه میباشه نمیباشه. اوکی، تشکر. شما برشون بگوین که امی چیکن چیلی درای چطور جور کنیم. چیکن چیلی درای، دوستای عزیز، گوشت خود ما میگیریم، مثل خلال زردک واره ورق ورق میکنیم، اول باز مثل زردک وار خلال میکنیم، مرچ با مت از وسط دوتا میکنیم. دوستای عزیز، اول بسیار در روغن کمی رو مندازیم، گوشت امرای سیر و ادرک خوب یکمک تف میتیم، سرخ میکنیم. بعد از دیدیم که گوشت ما نم شد، دوستای عزیز، این مسالهی که داریم: نیم قاشق مرچ سرخ، نیم قاشق مرچ سیاه، نیم قاشق نمک چینایی، نیم قاشق نمک عادی، نیم قاشق تخم گشنیج و نیم قاشق زردچوبه را اضافه میکنیم. دوباره یار مکس میکنیم. وقتی که مکس کردیم، دوستای عزیز، مرچ اضافه میکنیم، باز سرکه سیاه استفاده میکنیم، چکن کچپ خود مندازیم. دوست عزیز، که کچپ خوب میکسش میکنیم، بعد از اون غوری میکشیم و امرای فامیل لوش جان میکنیم. بسیار خوب، عالی. میریم طرف آشپزخانه که یلدا جان و سهر جان رو موجه هستن. از اونا اول از سهر جان پرسام نکنیم یعنی چکن کرایی چی رقم پخته میکنین، ما از شما پرسان کنیم. سلامت باشه نجیبه جان. در قدم اول باید امی سینی مرغ کمی آب جوش ده، آب جوش کمی نرمش کنیم، خوب. کمی نمک اضافه میکنیم، بعد از او از آب جوش میکشیم، صاف میکنیم، بعد از او روغن سرخ میکنیم. بعد از سرخ کردن باز همین لوازم که ضرورت است برش مندازیم. چی مندازیم؟ مثلا بانجان رومی، سیر است، مرچ است و زنجبیل است. خب خب، و مرچ سبز هم میندازیم؟ بله، وقتی کیره انداختیم بعد از یک مدت باز کمی دم میگیره، سر روغن میاد، بعد از او باز نوشان کنه. آها، سایز. اوکی، سهر جان آشپزی خلاص شد دیگه بخیر؟ بله، آشپزی خلاص شد، ولی من خیلی دوست دارم که یک آشپز خوب باشم، اما مدت ها بود که آشپزی نکرده بودم. ولی تشکر از اینکه دعوت کردین و امی فکر آشپزی که در ذهن ما بود زیرا اگر چیکن کرایی رو پخته بله کنیم برما از همکارا خدا کنه که مزدار باشه. خب، شاکر جان اول شما بخورین، برای ما بگوین. مرجان جان که شما همکاری است مایک، برای ما بگوین که یلدا جان کی چیلی چیکن درای پخته کده خوب است یا سهر جان کی چیکن کرایی؟ ما بخاطر اینا خوب، ما به یلدا جان رسیده نمیتونم. یلدا جان یک آشپز از که واقعا مهارت داره و اینا مسلکی هستن. نه نه، از شما که انیمی انیمی سیر که انداختن بوی شو هو هو، ما نشدیم، ما بخاطر نمیکنم که لیپستیک ما خراب نشه. خب، سلام خدمت شما و خدمت یلدا جان. ولی اردوش بسیار بامزه است، بسیار مزه دار و فکر میکنم که از اینا کمک چرب نیست. اونا فکر میکنم کچپ انداختن یک کمک چرب معلوم میشه، ولی در کل اردوش خیلی مزه داره. بازی غذا به دل ما بود، بخاطر اینکه ما روغنش که زیاد باشه خوشن و هیچ وقت روغن زیاد نباشه از ماش یلدا جان خطا میکنیم. اگر چی روغن به صحت خیلی مضر است و ما انوس کمی زیادتر اضافه کردیم، ولی اگر چی که ما یک قاشق روغن زیاد دیگه نمیندازم. اینه می پوینت، مگم برعکس که اصلا روغن نداره. بله، فاروق جان هم برای ما بگویه. فاروق جان عزیز، سلامت. ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت دو آشپز بسیار موفق. غذا خو کلش مزه دار است.
از یلدا جان یک ذره ذائقه دار است و خانم سر تقریبا خوب است که چرم نیست خو اردوش مزه دار است در کل اردوش مزه دار است اردوش باز گپ میزنیم کچه بام چرب دیدی میده کچه پن نقطه غذا چرب شده نه در کچه بام در روغن جور میشه خواه اینو ترش نه ای را خضور داده شاکیر ای را خضور بخاطر ای را دادیم خیر باشه نه بعد از بنا میخوریم با این مانا که اردویش هم خوب پخته کرده شاکر هم خوبی آشپز است شاکر هم خودش نما خدا خوب نه ما بخاطر سرجان از اینا پرسان کدم که اردویش هم زندار هستن و روسی کدن خوب میفهمن میفهمن